چنانچه در جریان هستین، اخیراً بحث ها و اتهامات پراکنده از جانب برخی از رهبران بالای برخی از رهبران دیگر وارد میشه. اخیراً آقای حکمتیار در صحبت با نمایندگان بدخشان اشاره کرده که اشارات در رابطه به حزب جمعیت اسلامی داشته که حزب جمعیت هم واکنش در این قبال داشته. 99% مردم که هر روز درد و رنج میبینه، اینا رو رهبر نمیدانیم، اینا رو خائنین به ملت میدانیم، اینا رو معامله گرای سیاسی و فاحش سیاسی میدانیم که هر روز به خاطر منافع شخصی و سمتی و قومی و زبانی خود در جان مردم بیشتر چنگ میندازه و میخواد شکم یکی دیگر بدره. این حالی که گلبدین با این گپایی که بیشتر گفتن اظهاراتی که داشته فقط به خاطر است که با برادرای جمعیتی خود بالای تقسیم استخوان درگیر مانده و این گپا رو میزند. یکی از خیانت‌های عمده آمریکا و غرب در مجموع بعد از 2001 در کنفرانس بونی بود، تمام این کسایی که پشت غار میپلدن و مثل موش سرگردان بودن که به خود پناهگاهی بپالن، اینا رو دوباره آوردن و سرگرده های مردم افغانستان سوار کردن. چی هفت سوریش و چی هشت سوریش؟ یعنی اگر ما از هشت سوری هم میگیم، هدف ما از افغانا و اشغانا کلگیشان از کال زیر نامای مختلف باز دوباره احزاب ساختن و دنمی حکومت بودن. من میگم غنی و کرزی هم بزرگترین خیانت همراه با روشن فکرای نکتای پوش خود کمرهشان است کرد که اینا را با پست‌های بلند دولتی نصب کرد. شما ببینید حزب اسلامی امروز تا دیروز از یک طرف انتحار انفجار میکرد، از طرف دیگه از ریاست دفتر کرزی گرفته تا به مهمترین وزارتخانه و پست‌های کلیدی دست میا بود. خرم و فرقواردک و ارغندیوال و فدایی و کی هر کدام ازیا مورهای امی دولت بود و امروز هم هستند. و امی اینا از مخالفت با دولت، امی همایون جریر نماینده زیاد کنفرانس بن نبود، بنان امروز اگر اینا سرگرده های مردم باز هم سوار هستند به خاطر از نیست که مردم اینا رو پذیرفتن و مردم اینا رو فراموش کردن و جنایت ازیا رو فراموش کردن، بلکه برک چون بادارا از نامی خواهند که اینا باشه. چرا؟ چون اینا بهترین نوکرا هستن به بادارا، اینا بهترین حلقه به گوشا هستن که به هر دول امریکا و غرب میرقصن و هر چی که بگن میکنن. اینو باید بفهمیم که صلح هیچ وقت بدون عدالت امکان نداره که دو کشور بیایه و هیچ جای از تاریخ در دنیا ما سراغ نداریم که بدون عدالت صلح آمده باشه و ثبات در کشور آمده باشه. بزرگترین خیانت شورای عالی صلح ای بود که ای قاتل و جانی مردم افغانستان دوباره سرگردان مردم افغانستان زیر نام صلح شان. و ای کسی که امروز از صلح گپ میزنه اصلا در قاموسش صلح وجود نداره، اصلا به کلمه صلح باورمند نیستن. شاید کلمه صلح نفهم امروز در روزا بسیار خوب بیا زیاد گرفته، زیر نام معلم ادبیات میای گپای میزنه و گای زیر نام معلم حقوق بشر حقوق زن خلاصه چتیات و چرندیات میپرانه. شاید کلمه صلح هر از جای برش گفته باشه که صلح بگو، شاید نفهمه که معنیش چیست. رستم شاه مهمند سفیر سابق پاکستان در افغانستان در یک مصاحبه خود با رادیو آشنای صدای آمریکا البته پارسال سال گذشته 1395 گفته بود که پیوستن گلبدین به کابل به خاطر تامین صلح در افغانستان به هیچ وجه نیست، هیچ تاثیری به صلح در افغانستان نداره، بلکه برعکس پاکستان کوشش میکنه که از او به این وسیله به خاطر که نفوذ هند در افغانستان کم بسازه استفاده کنه. پاکستان به این خاطر، آمریکا به خاطر که خار چشم به روسیه و ایران اینا بیشتر نشان بده، اشرف غنی به خاطر که بتانه رقیبای خود توسط این چوکرگک خود چوب بسازه و این چک بزنه اونا رو بسیار به مثل که امروز میبینیم که چه رقم چک زده روان سر کدام میزیره. هر روز خونریزی که در افغانستان دست می کسان نیست، آیا یک روز اینا رو به محاکمه کشانده؟ آیا یک قضیه شما از مرزا ولنگ گرفته تا به هرات و تا به چارای زنبق و گذشته برگردیم به 400 بستر و چارای دیمزنگ و می رقم ده ها حوادث دیگر کدامش پیگیری کرده؟ امی گلبدین نبود که گفت تا وقتی که این نیروهای خارجی در افغانستان باشه من اگر در کابل پای ماندم از امت اسلام نخواد بودم؟ کجا شدی گپایزه؟ امروز وقتی که به مجرد که برش شیرنگک های پیشکش میکنه و دلار سبز برش نشان میده، باز میبینیم که در کابل حاضر میشه و خود به دولت پوشالی میفروشه و امروز زیر پرچم امریکا مجری برنامه شیطانی غرب در افغانستان میشه. این مصارف میلیون دلاری قصر و آرگاه و بارگاه زیر امی اتحادی اروپای ملحد نمیده که ملحد نامیشه مانده بود، امی زرداد جانیش از خون ملت ما دقت از بودیجی ملت ما مصارف خود نمیگیره. بیننده عزیز به خاطر توازن در برنامه ما خواستیم که
یکی از سخنگویان حزب اسلامی را داشته باشیم که سید قریب‌الله سعادت با ما قول گذاشت و تا ساعت 9 هم در تماس که با ما داشتن گفتن که در برنامه حضور پیدا میکنیم تا پاسخ میدادن به این پرسش‌هایی که مطرح میشد و توازن در بحث به وجود میآمد، ولی متاسفانه در آخرین دقایق از حضور در برنامه ابا ورزیدن. میان محمود جان اینا اصلا خواهش میکنم با میفهمن که چیزی با گفتن ندارن که نمیان. تشکر. میفهمن چهره های کثیفشان بیشتر از افشا میشن اگر بیاین رسوا میشه پیش مردم افغانستان. امیال ایراکی تیرش بدون راکت تا زیر بالشتش نباشه خوش نمیبره، او دگه تا بم زیر جمعیت اتحاد جنبش همه هر کدام میشه که میگه هر کدام از تا وقتی که امو دست بادار سرشان نباشه و اینا رو حفاظت نکنه اینا نمیتونه که یک شب بخوابه، به خاطر که امروز گفتین چند بار اعلان کردین که نماینده حزب اسلامی حاضر نمیشه، اینا میترسن، اینا رسواستن پیش مردم، اینا امروز از وقتی که از مطبوعات میترسن. شما خدای او روز نیاره سر ازیا یا بیاره، ما میگیم که بیاره سر ازیا که دست بادار از سر ازنا دور شود، تمام ملت افغانستان بره گردن ازیا رو بگیره، تمام انمی کسایی که امروز ائتلاف کردن دیروز گردن یکی دیگر میبریدن، دیروز دقت یخن یکی دیگر پاره میکردن و امروز باز با هم ائتلاف کردن. امی عطا و دوستم تا چند روز پیش علی یکی دیگر مظاهره نمیکرد، یکی دیگر نمیگفت که تو جنایتکار و تو دیگه امی محقق کت دوستم نداشت، آل باز کلگشان به خاطر که منافیشان در خطر است، چوکی گکایشان در خطر هستند، به این خاطر ائتلاف کرده. مردم افغانستان بازی ائتلاف ها و اتحادای زیاره نمیخوره. بزرگترین خیانت جمعیت اسلامی در حق مردم افغانستانی بود که مکمل اسناد خود به استخبارات پاکستان فروخته بودن. مسعود و گلبدین کی به پاکستان آمدن که اردوش رفت به پاکستان، اونجا تربیه شد، پولکاد جیبشان انداخته شد و اینا جمعیت دوباره اسلامی، جمعیت حزب اسلامی پاکستان است، آبخوردی پاکستان و جمع کشورهای دیگه همگیش هستن. تجهیزات افغانستان، اردوی مکمل افغانستان کی تباه کرد؟ تانک تیاری افغانستان کی پرزه پرزه کرده با پاکستان میفروخت؟ امی شورای نظار نبود، امی کسا نبود، هم جمعیت هم همه گیشان دخیله بودن. مشخصا شورای نظار که من میگم موزیم ملی را با تمام آثار تاریخیش در بس کی با پاکستان عربستان فروخت؟ یک سوال. و امروز دخانهشان در فرانسه که موجود است اینا را از کجا کردن؟ اینا از ملت افغانستان هستن. شما اسناد رابطن که سلاح را میگه بردن، جنگ تحمیل شد به مردم افغانستان، بخشای شما به خاطر دارین تنها پنشیر و صفات شما افغانستان تنها جمعیت نه، امین توپ و تانگ افغانستان به زمان دکتر نجیب الله حتی پایه ها فروخته شده ای کشور، پایه های بعد. لطفا ایره اثر مردم ما نندازیم که مردم فقیر از بنان ما دست گدایی پیش از کشوری کشور دراز میکنیم. دقت مزدوری، مزدوری تا گدایی شاید فرق نه، اینا دست اینا کشکول گداییشان به خاطر خودشان دراز است. اینا ای تمام آثار تاریخی را دقت تانک تیاره را به خاطر شکم سیر شدن مردم نفروختن، به خاطر که مردم از فقر و بدبختی نجات بتن نفروختن، اینا به خاطر خود فروختن که چطور بتونن به خود آرگاه بارگاه بسازه و ایش نوش کنن. و میال شما فقط از دریشای عبدالله گپ بزنن که هر کدام چند میشه پول از کجا کرد، از کدام ماش کرد، از کدام سرمایه کرد، یعنی می کفایت میکنه که بر زر ما بگویم. مردم از این حکومت هیچ انتظار نداره و این حکومت نیست که برنامه‌ای به مردم افغانستان داشته باشه، برنامه از این فقط تطبیق برنامه‌های شیطانی آمریکا و غرب و کشورهای منطقه هستن. به این خاطر هم است که اینا بسیار به سادگی خود فروختن و بهترین موره ها به اونا شده. مردم افغانستان باید بدانه که یگانه راه رهایی از چنین وضعیت اتحاد تمامی اقوام افغانستان است و خیزش همگانی همه مردم افغانستان علیه ای بادارای خارجی شان و نوکرای داخلی. در مبارزات مردم افغانستان کسایی هستند که آدم مثل مسعود باید آب دهن خود آدم بشوره بعد اسمش سران همگیش خیانت کردن، مقامت مردم افغانستان کردن، جهاد مردم افغانستان کردن که امروز گدایی میکنن سر سرک و اولاد از اونها از فقر و بدبختی میمیرن. مردم افغانستان قهرمان هستند. توریالای قیاسی آقای مسائل سیاسی و سیلای غفار سخنگوی حزب همبستگی افغانستان، بسیار تشکر.